بچه که بودم یادم میاد یه عموی خدا بیامرزی داشتم که هر وقت منو میدید میومد خونه ما لپ منو میگرفت. من لپ خیلی قلمبه‌ای هم داشتم. لپ منو میگرفت به من میگفت مسخره مسخره. میگفت چطوری مسخره؟ بعد من که مسخره نبودم اصلا، من کار آدم مسخره‌ای نبودم، ولی یواش یواش فهمیدم که من آدم مسخره‌ای نیستم اما مسخره هستم، یعنی به سخره میگیرم، یعنی شوخی میکنم. میدونین که به زبان بعضی از کشورهای فارسی زبان آسیای میانه مسخره یعنی چی؟ یعنی آکتور، یعنی کمدین، یعنی بازیگر. به بازیگر میگن مسخره، چون در واقع بازیگری با انتقاد به سخره گرفتن و شوخی کردن عجیب بوده. بنابراین مسخرگی در واقع یعنی بازیگری رو مسخرگی پیشه کنه و مطرب بیاموز. من از همون بچگی افتخار اینو داشتم که به این لقب ملقب شدم از طریق عموی خدا بیامرزم. حالا چرا عموم به من گفت مسخره؟ به دلیل اینکه من دائما تو نخ همه بودم، به همه نگاه می‌کردم، جزئیاتو به خاطر میسپردم، خونه، در و همسایه، فامیلا، دوست آشنا و ادای همه رو در می‌آوردم. نکته سنجانه به همه چی نگاه می‌کردم، کاملا دقیق، و می‌آمدم دوباره روایت می‌کردم تو خونه، توی بین دوستا که چه گذشت، دیروز چی دیدم، پیروز چی دیدم، و این خاطرات کم 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 تبدیل شد به خاطراتی که تا به امروزم من گاهی وقتا در صندوقچه خاطراتم باز میکنم. همون چیزایی که در گذشته تو خونه مامانم میگفت بگو زین السادات چی کار کرد، الان هنوزم میگم. هنوزم زین السادات که همسایه ما بود قهرمان قصه‌های منه و تمام اهالی کوچه بنبستی که ما توش زندگی میکردیم، شمسی خانوم، زین السادات، مهوش، پری خانوم، فاطمه خانوم، اینا همه تو ذهن من نقش بستن، با من تا به امروز هستن و من اینا را از صندوقچه خاطراتم بیرون میارم و توی کارام ازشون استفاده میکنم. به هر حال من موجود بسیار شرور و شیطونی بودم. از دیوار راست میرفتم بالا، دائما سر به سر همه میذاشتم، همه رو سر کار میذاشتم، کلی برنامه برای سر کار گذاشتن آدما داشتم. و خب یواش یواش معلوم شد که من یک استعدادی هم در زمینه بازیگری و اینا دارم. مادر خدا بیامرزم هم خیلی کمک کرد برای اینکه اون ما رو یه جوری تشویق میکرد به اینکه کارهای تئاتری بازی، در واقع تئاتر بازی بکنیم. یه بخشه‌ای داشت که هر وقت ما سرصدا میکردیم و شلوغ میکردیم بخشه رو میآورد توش، کلاه بود، لباس بود، چادر بود، میداد و ما بازی میکردیم با اون. و این بازی‌های ما تبدیل شد به اینکه ما رفتیم گروه تئاتر درست کردیم تو مدرسه، تو دبستان. من باور کنید تو دبستان گروه تئاتر داشتم. و بعد همینطور اومدیم تا دبیرستان و خیلی جدی‌تر شروع کردیم کار تئاتر کردن. توی دوران دبیرستان من یه اتفاق جالب برام افتاد. شانس اینو پیدا کردم که با یک زن برجسته‌ای که اون موقع خب همسن منم بود، هم کلاس و هم دوره بشم، و اون سوسن تسلیمی بود. ما یک روح در دو بدن بودیم، حالا شدیم دو روح در دو بدن، دو تا کشور مختلف، سال تا سال هم از هم خبر نداریم. من و سوسن یکی از سرگرمیامون، شیطنتامون این بود که میرفتیم پشت پنجره اتاق من طبقه دوم که به کوچه منتهی میشد و اونجا بسته درست میکردیم. یه بسته‌های الکی درست میکردیم، تو چند تا کاغذ خیلی آب و رنگدار میپیچیدیم، از اون بالا مینداختیم توی کوچه و تماشا میکردیم توی کوچه ببینیم مردم که دارن میرن و میان با این چه برخوردی میکنن در مقابله با این بسته‌ای که افتاده. انگار یه نفر این بسته دستش افتاده گم کرده. خب آدما عکس‌العمل‌های بسیار متفاوت داشتن. یکی محل میزاش رد میشد، یکی یواش اینطوری با پا اینطوری نگاه میکرد، اینطوری میزد یه گوشه، بعد این ور اون ور نگاه میکرد، ور میداشت و فرار میکرد. یکی اینو ور میداشت واز میکرد یواش یواش. البته ما این بسته رو توی مغزش معمولاً یه چیزی مینوشتیم، اکثراً هم چیزای بد مینوشتیم، شبیه مثلا دماغ سوخته میخریم، مؤدبانه ترینش بود، علامت لایک امروزی میذاشتیم توش. آره، بعد اینو میذاشتیم و اینا، بعد طرف میامد نگاه میکرد و اینو وا میکرد مثلا، الگاهی ما میدیدیم باز میکرد میرسید به مغزش، میدید که نه همون حرفی تربیتیه دماغ سوخته میخریم و اینا. اصلا هم قش قش هره و کره به این عکس العمل مردم. بعدن گفتم ببین مثلا ما مبتکر دوربین مخفی لااقل در ایران من و سوسن تسلیمی بودیم، داشتیم این کارو میکردیم. یه روز که از اون بالا داشتیم نگاه میکردیم، از این کار رو انجام داده بودیم، یک پیرمرد آب‌حوزی، الان بچه‌های امروز میگن آبازی چیه، آبازی نمیدونن چیه، اون موقع حوزی بود و یه کسی که آب حوز میکشید، معمولا هم خیلی شندر پندره بود، یعنی آدمای فقیر قیافشون هم معلوم بود. الان گداها سر چهارراه از ما شیک‌ترن، همه مای مش کرده و خانمای شیک و مانتوهای آنچنانی، میگن ما گداییم. به هر حال موقع گداها قابل تشخیص بودن. یه آوازی بیچاره اومد و خیلی چیز و این ور اونور و یعنی این ور اونور هم که زیاد نگاه نکرد و اینو برداشت و نشست گوشه دیوار، به هوای اینکه یه چیزی گیرش اومده اینو واس کرد و بعد دید که چیزی توش نیست، اینطوری خیلی در واقع مایوس شد و اینا رو زمین گذاشت و پا شد لخلخ کنان رفت و ما خیلی دلمون سوخت. نخندیدیم اصلا، این دفعه نخندیدیم، فهمیدیم که ما به رنج دیگران نمیتونیم بخندیم، میتونیم به اونایی که سبب رنج مردم شدن یا شرایطی رو فراهم کردن که مردم رنج بکشن، میتونیم به اونا بخندیم، میتونیم به همه آدمای ظالم، به دروغگوها، کلاهبردارا، طماها، اونایی که به هر حال دنیا رو برای بشر غیر قابل تحمل میکنن، به اونا میشه خندید، میشه اونا رو ترسیم کرد و در یک شرایطی گذاشت از بیرون بهشون بخندیم و به امید اینکه شاید اونها هم خودشون از بیرون ببینن، اما به رنج مردم نمیشه خندید. به هر حال علیرغم این سرخوشی و این شیطنت من که همطور تا دوران دانشگاه هم ادامه داشت، من یه تقدیرنامه دارم در دانشگاه که اخیراً یکی از اساتید دانشگاه بر من پیدا کرده در دانشکده هنرآموزی و به من داده. تقدیرنامه نیست، یک توبیخنامه است که اونجا رئیس دپارتمان به رئیس دانشکده هنرآموزی نامه نوشته، گفته این دوتا خانوم رو، این دوتا دانشجو رو که رفتارشون دور از شونات دانشجویی اخراج کنین. بنابراین اینو من دارم و به دیوار دفترم زدم و خیلی هم خوشحالم که اینو بعد از این همه سال به دستم رسیده و باعث خنده و شوخی من و همکلاسام و حتی استادم دکتر ممنون که اینو نوشته شده بارها. بنابراین اب نداره، میشه شاد و خندان بود و ادامه داد. یکی از همکلاسیام بعدها سالها بعد به من گفت من از تو معذرت میخوام، من فکر میکردم تو خیلی دختر الکی سر به هوا هستی، اینکه شوخی این شیطنت من سرزندگی من. یه طرف اهل مطالعه بودم، کتابم میخوندم، خیلی علاقمند بودم به مطالعه، تقریبا تمام کتابای مهمی که باید یک نفر که به هنر و فرهنگ علاقمنده بخونه من در دوران دانش آموزی خوندم و اینا باعث شد که یک پایه‌ای پیدا بکنم و به هر حال زمانی که شروع کردم به کارگردانی، من از بازیگری شروع کردم به کارگردانی، بیشتر در زمینه بچه‌ها کار کردم، اما من کار برای بزرگسال‌ها هم زیاد کردم و جالبه که کارهایی که من برای بزرگسالا میکنم معمولا بچه‌ها دوست دارن، کارهایی هم که بر بچه‌ها میکنم الحمدلله بزرگسالا نگاه میکنن. چرا؟ به خاطر زبانیه که من انتخاب کردم، زبان ساده و شوخ و شنگ و شادی آور، شاید نشاط آور. من دوست دارم تماشاگر وقتی که داره کار منو میبینه قیافش اینطوری باشه، اینطوری دوست ندارم اینطوری باشه، اینطوری، یعنی با چهره باز کار منو ببینه. البته انتخاب هر کارگردان یک چیزی رو انتخاب میکنه، ولی من فکر میکنم اگر که زبان طنز رو انتخاب کنی میتونی عمیق‌تر حرفتو بزنی، عمیق‌تر به لایه‌های ذهن مخاطبت نفوذ بکنی. من شانس اینو داشتم که سالیان ساله دارم کار میکنم کارام معمولاً چه اونایی که برای بچه‌ها کار کردم چه اونایی که برای بزرگترها کار کردم تم مشترک داره. معمولاً از یه چیزی حرف میزنم. پرسوناژهای من همونطور که گفتم از خاطرات من میان، از اونایی میان که من بهشون توجه کردم، دقت کردم، بهشون نگاه کردم و ما به ازای بیرونی دارن. من هیچ وقت توی کارهام، کارهای سریالام، قصه‌هام، فیلمام اتفاق عجیب غریبی نمیفته. نمیدونم یه جنایت نمیشه، قتل و غارت نمیشه، یه دزدی خیلی مافیایی اتفاق نمیفته، یک دانشمند روبوده نمیشه. بیشتر چیزایی که بهش علاقه‌مندم مسائل روزمره زندگیه که هر روز باهاش برخورد میکنیم و از کنارش میگذریم. حالا یا شاید بهش توجه میکنیم یا نمیکنیم، ولی اون برش‌های ظریف زندگی رو میگیرم میارم و توی کارام سعی میکنم که با یک زبانی منتقل بکنم که جذاب باشه برای بیننده. میبینه من افتخار اینو دارم که چند نسل به من میگن که ما با کارهای تو بزرگ شدیم، با کارهای شما نمیدونم شخصیتمون شکل گرفته. ببینه عاقبت به خیری از این بهتر نمیشه واقعا. و من خوشحالم که اشتباه خیلی خیلی گنده در زندگیم نکردم که حالا شرمندش باشم. با عشق برای مردم کار کردم، با تمام وجود برای مردم کار کردم و همچنان هم میکنم. همونطور که گفتم من کارام همه یک مابزای بیرونی دارن. میتونم بگم این پرسوناژ کیه، اون پرسوناژ کیه. حالا من میخوام راجع به یکی از کارام که خیلی دوست دارم حرف بزنم و اون خونه مادر بزرگ است. همه تا منو میبینن میگن مدرسه موشا، شهر موشا. من خود لجم میگیره، من که من خیلی کارهای بهتر کردم، ولی اینو یادشونه مردم. اما من خودم خونه مادر بزرگ رو ترجیح میدم، بیشتر دوستش دارم. خونه مادر بزرگ خیلی با فضای ذهنی من قرابت نزدیکتر داره و خیلی بیشتر از دل من بر اومده. حالا خونه مادر بزرگه، خونه مادر بزرگه از کجا اومد؟ آره یه خورده شبیه قصه مهمان ناخوانده است. یه پیرزنیه که مهمون میاد براش تق تق تق، من که جیک و جیک میکنم برات و اینا. ولی من این مادر بزرگه رو به عین خودم در همین حدود سالهای دهه 50 و 60 خودم به عینه دیدمش و باعث شد که من ازش الهام بگیرم. و حالا خواهش میکنم اسلاید رو پخش کنید. این ننه حلیمه است. ننه حلیمه قابله ده بشم نزدیک انزلی. البته خودش تالشه و خب تو ده بشم نزدیک انزلی زندگی میکنه. این تکه کلام ننه قربان واقعا تکه کلام ننه حلیمه است. ننه حلیمه خودش رو اسلاید بعدی نشون بدید. من متاسفانه عکس خیلی چیزی با کیفیتی ندارم ازش. این خونه ننه حلیمه و کلبه خونه کوچولویی که اون وسط داشت، یعنی اون ور بچه مثلا دختر سن که این ور یه خونه خیلی کوچولو این خونه مادر بزرگه داشت. یکی دیگه نشون بدین. اینا این صورت ننه حلیمه است و این عکس‌ها رو ما گرفتیم از روش عروسک ساختیم. بعدا عکس بعدی حالا ببینید تبدیل میشه به اون مادر بزرگه و تمام حیوونا کنارم، مرغ و خروس توی این خونه زندگی میکردن با هم. نه این ننه حلیمم راه میرفت قربون صدقه همه میرفت. آی ننه قربان، آی تی قربان برم، آی بیا اینو بخور. به اون گوشت میداد، به اون کاه میداد، به اون دون میداد، به اون آب میداد. و جالب اینا همه با هم زندگی میکردن، اصلا کسی با کسی این حیوونا کاری نداشت. مرغا واسه خودشون میرفتن بالای درخت تخم می‌ذاشتن، این تخم از اون بالا میافتاد میشکستن. علیمم نمی‌دن چیز نمی‌کرد، اعتراضی نمی‌کرد که چرا تخم مرغ میافتاد اون بالا. جالب بود. مرغ و خروس و اردک و گربه و سگ و همه در کنار هم زندگی میکردن و ننه حلیمه به همه عشق می‌ورزید، با همه مهربون بود و اصلا ساعت‌ها آدم میتونست تو حیات ننه حلیمه بشینه و این همزیستی بی‌نظیر و اعجاب انگیز حیوانات مختلف رو با هم نگاه بکنه. و این یک در واقع الهامی شد به من که یه خونه مادر بزرگی بسازم و یه مخمل بذارم توش که بد اخلاق، خودخواه، پرمدعاست، احساس مالکیت میکنه، این خونه رو از آن خودش میدونه و حاضر نیست که اون امکاناتی که داره با کس دیگه تقسیم کنه. اما این مخمل هم عاقبت فهمید که عشق، دوستی، رفاقت و محبت هم برتری داره به اون توقعاتی که این داره از زندگی. بعداً یعنی در عمل فهمید، با راهنمایی مادر بزرگ فهمید. و این در واقع به نظر من یک نکته بسیار مهمه برای انسان که بتونه شادی رو جستجو کنه، ببینه شادی کجا پیدا میشه، شادی در چیه. میخوام اینو بگم متاسفانه تو این چند وقت که من فکر کردم به اینکه شادی چیه، رضایت از چی میاد، خب خیلی حرف و حسادم میتونه راجع به شادی بزنه، ولی یک نکته خیلی عجیبی پی بردم. دیدم شادی ما انسان‌ها همیشه مترادف با غمگین شدن عده دیگه. نگاه کنیم فوتبال، دو تا تیم هم بازی میکنن، همزمان یه تیم میبره همه خوشحال میشن، در همون آن واحد در اون زمان یک عده دیگه طرفدارای اون یکی تیم غمگینن. اگه این دوتا تیم اون ور ببره باز همین اتفاق بالعکس میفته و اگه مساوی بشن ناراحتن، برای اینکه میخوان ناراحتی یکی دیگر رو ببینن. شادی ما در بسیاری از موارد منوط شده به غمگین شدن دیگران. ما شاد میشیم وقتی یه چیزی رو داریم که دیگری نداره، ما شاد میشیم وقتی که یه ماشینی خریدیم که ماشین دیگران گرونتره، ما وقتی شاد میشیم که یکی دیگر ناراحت کنیم، ناراحتش کنیم، حالشو بگیریم. دیدین با هم حرف میزنن میگن حالشو میگیرم. یعنی چی حالشو میگیرم؟ یعنی حال خوبشو میگیرم، یعنی احساس خوبشو میگیرم. چرا ما باید حال یکی دیگر رو بگیریم؟ حالا یه رقابتی هم هست، یه اختلافی هم وجود داره، چرا حالشو میگیرم؟ چرا ما میخوایم حال هم دیگر رو بگیریم؟ چرا نمیخوایم به هم حال بدیم؟ یه کاری بکنیم که دیگری هم احساس خوشحالی و خوشبختی کنه. چند درصد از آدم ها که در اطراف ما زندگی میکنن مادر بزرگن، میخوان شادی و نشاط رو به همه ارزانی کنن، شرایطی فراهم کنن که دیگران هم احساس شادی کنن. چند درصد مثل مخملن؟ من خواهش کردم ایمجین رو پخش کنن. من فکر میکنم به کمی در این جهان هستن که زندگی خوب و نشاط و شادی و برای همه میخوان و اونا اکثرشون اونهایی هستن که دانشمندانه، اونایی هستن که زندگیشون رو وقف کردن برای اینکه بشر بهتر زندگی کنه، هنرمندا هستن و گاهی مصلحین اجتماعی و درصدشون خیلی پایینه. امیدوارم که روزی بشه درصد آدمایی که میخوان عمیقاً آرزو دارن که بشر در صلح و آرامش زندگی کنه تعدادشون روز به روز افزایش پیدا کنه. متشکرم.